دوستان از و گرامی اگر که به خاطر داشته باشید زمانی که ما راجب کتاب خیره شدن به خورشید اروین یالوم صحبت کردیم من این قول رو دادم که در آینده چند تا کتاب دیگه مرتبط با موضوع مرگ مطرح کنیم و راجبش حرف بزنیم. امروز میخوایم راجب دو تا کتاب صحبت کنیم از یک انسانشناس آمریکایی به نام ارنست بکر. نام کتاب ها هست انکار مرگ، denial of Death و گریز از شر. Escape from Evil. ارنس بکر در این کتابا یک تجمیعی از اندیشه های فروید، اندیشه های روانکاوانه فروید، فیلسوفی مثل سورن کیرکگور و اوتورانک شاگرد فروید رو ارامیده برای توضیح بسیاری از پدیده های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و تمدنی. در واقع به قول خودش، وست کردن نقاط به همدیگه است و روشن کردن تصویر کلان. و از نظر ایده های بدی و روشنگر که تو این کتاب مطرح میشه واقعا بی‌نظیره و ما در کتاب های جدیدتر واقعا مشابهش رو نمیبینیم. کتاب انکار مرگ در زمان خودش برنده جایزه پولیتسر شد و نویسنده هم در موردش میگه که این حاصل همه عمر منه این پخته ترین کتاب منه و حاصل همه عمر منه و مدت کوتاهی بعد از نوشتن این کتابم فوت میکنه ارنست بکر ارنس به فاصله کوتاهی بعد از نوشتن کتاب انکار مرگ کتاب دیگه می نویسه به نام گریز از شهر و در مقدمه کتاب دوم از خواننده ها درخواست میکنه که این دوتا کتاب رو با هم بخونن یعنی کتاب گریز از شهر تالی کتاب انکار مرک هستش اما جالب که بعد از اینکه کتاب گریز از شهر رو تموم میکنه پشیمون میشه و وصیت میکنه که این کتاب چاپ نشه اما خب مثل کافکا که به وصیتش عمل نمیکنه دوستش اینجا هم زنش به وصیتش عمل نمیکنه و کتاب دوم رو چاپ میکنن میشه گفتش که در ابتدای ده هفتاد میلادی در اوج جنگ سرد این کتاب ها منتشر میشن و از نظر تعداد ایده های بدی ای که در اینا مطرح میشه و همشون وزن کافی برای این دارن که آدم بهش فکر بکنه واقعا هر دو کتاب بی مخصوصاً مخصوصا کتاب انکار مرگ که برنده پولیتسر هم شده حقیقتا نمیشه این دوتا کتاب رو خلاصه کرد برای اینکه شاید در هر صفحهش در هر پاراگرافش یک ایده جدید با استناد به اندیشه های روانکاوی، نظریه ناخداگاه، نظریه هنر اوتورانک و فلاسفه اگزیستانسیال مطرح شده که با صفحه بعد با پاراگراف بعد فرق داره و واقعا حیفه که آدم از روی اینا بگذره و همشو نشنوه. در واقع یک مطالعه میان رشته فوق است و کلا انسان شناسا برای اینکه بتونن مطالعه میان رشته بکنن افراد خیلی مناسبیان برای اینکه هم دید وسیعی نسبت به تاریخ از طریق باستان شناسی و جامعه شناسی دارن هم دید خیلی خوبی نسبت به فلسفه علوم انسانی و روانشناسی و روانکاوی دارن بدون که تو هیچ کدوم از اینا حالت افراطی پیدا بکنن اما جالبه که این کتاب با وجود عظمت فلسفی که داره دید بسیار عمیقی که ایجاد میکنه چندان در زمان خودش جریان ساز نشد تا اینکه بالاخره یک گروهی از روانشناسا شامل شلدون سالامون اومدند و از طریق مطالعات روانشناختی عقیده ها و اندیشه های ارنست بکر رو به تست گذاشتن یعنی بررسی آماری و بررسی مطالعاتی کردن وقتی که کتاب اینا منتشر شد به نام کرمی در کنه وجود The Worm at the Core که این اصطلاح در مرور بحث کتاب خیره به خورشیدم شنیدیم یه اصطلاحیه که از ویلیام جیمز گرفتن روانشناس آمریکایی که گفته بود که در عمق هر یک از لذت‌های انسان تلاش انسان برای رسیدن به شادی و خوشی یه کرمی هستش که اون لذت رو زهرمار مار میکنه و اون اینه که یاد مرگ میفته انسان و هیچ کدوم از لذتها جاودانه نیستن اما جالبه که حتی بعد از اینکه اندیشه های درخشان ارنست بکر توسط نویسنده های کتاب کرمی در کنه وجود به آزمون گذاشته شد بازم خیلی جریانساز نشد در کمال تعجب و در پایان این پادکست من یکی از دلایل احتمالی شو راجبش حرف میزنم اما اجازه بدید این اپیزود من با یه خاطره و داستان شروع بکنم تقریبا در حدود دو دهه پیش من خیلی به این فکر میکردم که ریشه های دموکراسی چیه چرا دموکراسی در یونان به وجود اومد و در کشور ما شکل نگرفت و برای پیدا کردن جواب این سوال حتی انقدر مصر بودم که چند باری به یونان سفر کردم در یکی از این سفرها که با یه تور محلی می رفتیم که یکی از معابد یونانی رو ببینیم این تورای محلی توریستای مختلفی رو از هتلای مختلف جمع می کنن و همه رو در یه برنامه یک روزه شرکت می دن. یا آقایی که پیش من نشسته بود در تمام طول سفر یک پیرمرد خیلی محترمی بود با تیپ مخصوص توریستا که کتاب میخون و من همیشه این عادت رو دارم که یه سرکی میکشم اگه کسی بغل دستم تو اتوبوس نشسته باشه ببینم چه کتابی میخونه تصادفاً دیدم که داره قسمتهایی از کتاب عهد عتیق رو میخونه که منم خونده بودم و خوب یادمه که مطلب راجع به غزل های سلیمان نبی بود و از نظر ادبی قسمت خیلی جالبیه بهش گفتم که من اینو خوندم و فوقالعاده است فکر میکنم که سلیقه خوبی داری که داری این قسمت رو میخونی هیچ قصد و قرض و برنامه نداشتم در مورد این حرفی که زدم فقط واقعا به هیجان اومدم از اینکه این, این مطلبی که داره میخونه منم قبلا بهش برخوردم و یه جوری شاید میخواستم باب گفتگو رو باز بکنم اما اتفاقی که افتاد این بود که بعد از یه تایید کردن این آقای پیرمرد آمریکایی یواش یواش بحث به این کشید که خب تو به مسیح اعتقاد داری نداری و من هم سعی کردم که خوش برخورد باشم گفتم که به نظر من آدم خوبی بوده برام جالبه ولی نه من مسیحی نیستم و اعتقادی به این مسئله چندان ندارم یواش یواش دیدم که داره اصرار میکنه و یک جوری وارد فاز تبلیغ شده و بحث ما از اون حالت خیلی ریلکس و دوستانه تبدیل شد به بحث کسی که داره موعظه میکنه و سعی میکنه که دیگری رو به دین خودش در بیاره به همین خاطر من سعی کردم که در اولین فرصت دیگه این بحث خاتمه بدم و چیزی نگم اما این خاطره تو ذهن من موند و همیشه این سوال برام باقی موند که چرا ما آدما حتی وقتی که میتونیم با یک پیوند نسبی دوستانه با همدیگه به صلح برسیم به این اکتفا نمی کنیم و حتما حتما انتظار داریم که همدیگه رو ارشاد کنیم و به دین همدیگه در بیاریم در طرف مقابلش این حتی در آتئیستا هم دیده میشه یعنی صرفا در مورد مذهبی نیست چرا به اون تفاهم نسبی که با هم دیگه داریم اکتفا نکنیم و صلح رو و حسن همجواری رو با هم دیگه حفظ نکنیم میتونم بگم که حتی این خاطره برای من یک جور تروما بود و بعد از اون قضیه دیگه هرگز بر سر کتاب با به گفتگو رو با کسی که بغل دستم نشسته بود تو اتوبوس باز نکردم حالا در پایان نگاهی که به کتاب های ارنس بکر می کنیم می بگم که تا حدود این مطلب برام قابل فهم شده. ارنس بکر با استفاده از اندیشه های روانکاوی و زیست شناختی نیمه اول قرن بیستم ایده که نهایتا مطرح میکنه و تجمیع می‌کنه از همه اینا که حتماً هم باید بخونید و قابل خلاصه کردن نیست اینه که میگه انسان در سطح غریزه یکی از جانورانه که با خوردن تولید مثل و جنگیدن تلاش میکنه که بقای خودش رو ادامه بده. یکی از بیشمار موجودات زنده این سیار است. اما تفاوتی که داره اینه که به دلیل نفرین خداگاهی شاید از بقیه هوشیارتره و میدونه که میمیره. ما دقیقا نمیتونیم این فرضیه رو ارزیابی بکنیم به خاطر اینکه حیوانات صحبت نمیکنن چیزی ثبت نمیکنن. ولی به هر حال این باور در فلسفه و بیولوژی و عالم انسانی خیلی شایع که فقط ماییم که تا این حد خداگاهی داریم شاید به خاطر رفتار پیچیدمونه که این فکر رو میکنیم اما ارنست بکر اعتقاد داره که این موضوع رو تا حدود زیادی میشه ثابت کرد و این خداگاهی از مرگ این همون کرمیه که در کنه وجود انسانه زندگی رو زهرمار میکنه و ما برای مقابله باهاش متوسل میشیم به نماد سازی. نمادسازی در سطح بسیار وسیع و تقریبا تمام آفریده های انسان چه آفریده های معنایی چه آفریده های فیزیکی همه راههایی هستند برای کم کردن این رنج خداگاهی از مرگ و بعد تمام کتاب مثال های هستش از وقایع تاریخی از فرهنگ ها از هنرها از نقل قول ها که این موضوع رو از دید فلسفی جامعه شناختی و علوم انسانی تا حدود زیادی ثابت می کنن. در واقع همه نمادهای بشر یک آتشی هستند که در شب سرد آدما دورش جمع میشن به همدیگه میچسبن کز میکنن و سعی میکنن که خودشون رو گرم بکنن و در مقیاس وسیع فرهنگ در حقیقت یکی از اون سیستم های هستش سیستم های نمادینی هستش که از زندگی شخص فراتر میره و زندگی افراد رو به هم پیوند میزنه و اون زهر مرگ رو تا حدود زیادی میگیره حتی ارنست بکر اعتقاد داره دلیل اینکه ما تاریخ میخونیم و تاریخ رو دوست داریم اینه که میخوایم یه جور پیوستگی برقرار بکنیم بین خودمون و پیشینیان و ترس مرگ رو از خودمون دور بکنیم وگرنه به ما چه که مثلا در این جایی که ما زندگی میکنیم 2500 سال پیش یک سلسله پادشاهی وجود داشته به ما چه که شعرای ادیبایی به همین زبانی که ما حرف میزنیم هزار سال پیش کتاب نوشتن و شعر گفتن اگه خوب فکرشو بکنیم این پیوستگی که ما در ذهنمون به صورت انتظایی میسازیم همه تلاش برای دور کردن ترس مرگ و ارنس بکر اسم اینا رو میذاره هیروک سیستمز سیستم های قهرمانی و پروژه های جاودانگی بنابراین فرهنگ و جامعه به طور کلی یک دستگاه ماور و طبیعیه که پر از نماد تا به زندگی بیمقدار ما معنا بده و مرگ رو حداقل کمی دور کنه به همین ترتیب مراسم و سنت ها همه طراحی شدن تا اینکه مرگ رو دور بکنن زمانی که من این کتاب رو میخوندم چون کتاب خیلی الهام بخشی هم هست شما میتونید از سنت های خودتون هم به ذهن چیزایی بیارین و فکر بکنین که آره به نظر میاد این درست باشه اگه فکر بکنید مثلا ما در مراسم چهارشنبه سوری یکی از چیزایی که میگیم اینه که زردی من از تو سرخی تو از من یعنی یه جوری فصل رو رفتن سرما رو ربط میدیم به یک دعا و یک آرزو برای دور کردن مرگ و برای اینکه رفتار مشابهی همگی نشون بدیم و در دل اون مراسم یه ذره احساس امنیت بکنیم یا مثلا مراسم نان و شراب اشای ربانی چرا مسیح دوست دارم فکر بکنن که با این کار بخشی از جسم مسیح رو به خودشون وارد میکنن و بخشی از خون مسیح رو به خودشون وارد میکنن در حقیقت به دنبال اون رستاخیز و اون جاودانگی هستن یا حتی مراسم خوردن از گوشت قربانی باز این چیزیه که ما رو به یک نماد به یک معنا به امر والا و متعال وصل میکنه و وحشت از مرگ رو کاهش میده حتی خوردن دشمن در میان قبایل آفریقایی یعنی در واقع آدمخواری هدف دریافت پروتئین یا سیر شدن شکم نبوده هدف این بوده که دشمن انرژیش قدرتش و ارادش به ما منتقل بشه یعنی توانایی نمادینش به ما منتقل بشه یا مثلا مراسم دیگه ای مثل اسفندود کردن اگه بهش فکر بکنید در واقع هر رفتار نمادینی که انسان میکنه که متمایز هستش با جهان جانوری و حیوانات پستر یک جوری پروژه جاودانگی و هیرویک سیستم هست. مثلا نوشتن کتاب، خلق هنر، به وجود آوردن ایدئولوژی، حتی ایدئولوژی هایی که ماورا و طبیعه رو انکار میکنن در عمل خودشون قرار یه در و دور همدیگه جمع بکنن و با به یادگار گذاشتن این مطالب برای نسل بعدی مثلا یا با عضوگیری با یارگیری مرگ از خودشون دور بکنن بنابراین این الزاما اختصاص نداره به مذهب به سنت یا به عقاید ماور و طبیعی آتئیسم و کمونیسم هم در واقع یه جور پروژه جاودانگیه یکی از ایده خیلی جالبه که تو این کتاب مطرح میکنه اینه که میگه بعد از دو جنگ جهانی آدما خیلی هدونیستیک شدن خیلی لذتگرا شدن و ریخت و پاشای خیلی زیادی اتفاق افتاد در هنر خیلی تجملگرا شدن فیلم های سینمایی خیلی عظیمی ساخته شد ورنس بکر همه اینا رو ارتباط میده به اون وحشتی که انسان از قدرت مخرب خودش پیدا کرد یعنی ناگهان مرگ رو بیخ گوش خودش دید و چون بعضی از اون سیستم های معنایی قبلی مرده بودن خودش رو وقف این کرد که زندگی رو به بیخیالی خوشگذرونی و هنرهای جدید بگذرونه در واقع همه رفتارهای افراطی بعد از دو جنگ جهانی به نظر نسبکر تلاشیه برای خلق معنا از درون ابزرد و شگفتی خردگریز جهان یکی از اون دستگاه های معنایی جدید که انسان بعد از مرگ سنت ها بهش متوسل شد مثلا فستیوال ها بود همایش ها و گرد های علمی و هنری بود یکی دیگهش تکنولوژی بود یعنی از ارنس بکر تکنولوژی برای خودش یک کلیسا که یک جوری به ما احساس امنیت میده برای اینکه ما میدونیم که ماشین شاید بیشتر از ما دووم بیاره ما وقتی که به ماشین ها فکر می کنیم حتی امروزه وقتی با کتاب های مثل انسان خداگونه به این فکر می کنیم که با ماشین ها یکی بشیم یکی از دلایل جذابیت این فکر اینه که استراب مرگ ما رو کم می کنه. یکی از ایدای جالبی که مطرح می کنه اینه که چرا انسان انقدر اصرار داره که در تصادفات و سوانه هوایی یا هر حادثه که اتفاق میفته فوری بگه علت خطای انسانی بوده نه ماشین گویا ما روی ماشین هامون بیشتر از انسان تعصب داریم به خاطر اینکه ماشین برای ما در دوره مدرن نماد جاودانگیه و اگه ماشین تقش در بیاد در واقع یک جوری جاودانگی ما خدشه میشه و زیر سوال میره در واقع ما یه جوری به فناوری و به علم امید عاطفی بستیم برای ما یه مسئله صرفاً انتفاعی نیستش که بگیم خب اینا به ما سود میرسونن اینا اگه کاری نکنن اگه ما رو در شرایط کنونی نجات ندن ما دیگه واقعا بچه یتیم های هستیم در کهکشان یکی از ویژگی های دوران مدرن اینه که پروژه های جاودانگی دموکراتیزه شدن یعنی زمانی بود که پروژه های جاودانگی انسان ها خیلی مشترک بود مثلا فرض کنید در یک شهری همه یک دین واحد داشتن یا هنر این همه تنوع نداشت سنت ها یک شکل بودن لباس ها یک شکل بودن وقتی که افراد از راه های مختلف به دنبال پروژه های جاودانگیشون میرن مثلا شرایط اقتصادی جوری میشه که هر کسی میتونه بره دنبال هنر خودش چیزی که خودش دوست داره شغلش رو بر اساس علاقش انتخاب میکنه در واقع فردگرایی بیشتر میشه ما نتیجتا میلیون ها پروژه جاودانگی خواهیم داشت که اینها در تقابل با همدیگه ممکنه قرار بگیرن و جامعه اتمیزه میشه یعنی یک رقابتی وجود داره در تاریخ بین پروژه های جاودانگی کلکتیو جمعگرا و پروژه های جاودانگی فردگرا بنابراین یکی از کارهایی که بشر باید بکنه برای دوام تمدن اینه که تعادل بین این دوتا رو تنظیم بکنه اینکه بشر فکر کنه که فردگرایی تا ته خط همچنان یکی از بهترین آپشن ها هستش الزامن عقیده خوبی نیست در واقع در کتاب گریز از شهر چیزی که ارنست بکر اضافه میکنه به کتاب اول به پروژه های جاودانگی و نمادسازی اینه که این پروژه ها به صورت ذاتی با همدیگه درگیر میشن دلیلی که ادیان با همدیگه به توافق نمیرسن ملت ها با همدیگه به توافق نمیرسن و درگیر میشن از دید ارنست بکر حداقل اینه که اگر هم خدای من واقعی باشه هم خدای تو این یعنی سیستم فکری من نمادهای من جهان شمول نیست بنابراین من میمیرم برگردیم به همون داستانی که اول اپیزود براتون گفتم چرا اون پیرمرد نمیتونست قبول بکنه که خب من کتاب مقدس اونا رو خوندم خوشم هم اومده و به نظر من مسیح آدم خوبی بوده چرا اصرار داشت که تا ریز مطلب رو به من حالی بکنه و من یکی یکی شهادت بدم که تک تک اون گزاره ها درست و حقیقت و حقیقتی جزی نیست برای اینکه من برای اون آدم تهدیدی بودم برای جاودانگیش حتی اگه فکرشو بکنید کسی که حرفای شما رو تا حدودی زمینی تایید میکنه ولی کاملا باهاتون موافق نیست تهدیدآمیزتر از کسیه که دشمن خونی شماست برای اینکه شما نسبت به دشمنتون میگین خب این مشرک این کافر این باید بمیره این کلا در گمراهیه ولی کسی که تا حدودی شما را تایید میکنه و ولی کاملا تایید نمیکنه در واقع داره به صورت زمینی میگه که حالا خودتو خیلی جدی نگیر ببین حرفا جالبه ولی کاملا قابل قبول نیست و خیلی تهدید جدیتری برای پروژه جاودانگی اون فرد ارنست بکر زمان زیادی رو در کتاب گریز از شهر صرف این میکنه که دلیل جنگ های ما دلیل ملیگرایی توکسیک که باعث جنگ میشه و کشورها به جون همدیگه میفتن این سیستم های جاودانگیشون هستش که نمیتونن در کنار هم قرار بگیرن یعنی یک تضاد ذاتی وجود داره چون اگر هم حرف من درست باشه هم حرف کشور همسایه ای من بنابراین حرف هیچ کدوممون جهان شمول نیست و ما خواهیم مرد یعنی این به شدت اون استراب مرگ رو تحریک میکنه و این باعث میشه که تلاش ما برای خلق معنا و زنده موندن در اون معنا به جنایت ختم بشه پیشنهادی که میکنه اینه که ما باید یک قهرمان وجودی بسازیم. انسان باید به اینجا برسه که یک existential هیرو داشته باشه. و این قهرمان وجودی همه یه انرژی ویرانگر انسان رو وقف ریشکنی فقر و جنگ و اینها بکنه. که خب میبینیم که این اتفاق تا حد زیادی نیفتاده. ارنس بکر توصیه میکنه که ما باید مرگ رو تمرین کنیم و سپر شخصیت رو بندازیم. تولید دانش به تنهایی نمیتونه ما رو نجات بده به خاطر اینکه ما با این دانش سیستم های معنایی رقیب میسازیم این سیستم های معنایی رقیب ناگزیر به جون هم میفتن در واقع نقل قولی میکنه از فروید میگه که همه ما داریم اون تراژدی نارسیسوس رو تکرار میکنیم یک تا خودشیفتگی و همه ما داریم اون تراژدی رو زندگی میکنیم یکی از ایده های که باز مطرح میکنه و بعدا شلدون سالمون در کتاب کرمی در کنه وجود پی میگیره سعی میکنه که با مطالعات رسمی اینا رو ثابت بکنه اینه که میگه یکی از چیزهایی که بشر رو یاد مرگ میندازه بدن خودشه انسان نمیتونه متوجه این نباشه که جسمش خیلی شبیه حیواناته بنابراین وقتی انسان خودش رو آراسته و پیراسته میکنه وقتی به خودش لباس میپوشونه فقط هدفش گرم کردن نیستش هدفش تمیز شدن و گرومینگ نیستش هدفش اینه که یه جوری بین خودش و حیوانات تمایز بذاره و باور نکنه که مثل اونا میمیره و از بین میره بعد این خط فکری رو که دنبال میکنه به جاهای خیلی جالبی میرسه مثلا در مورد فتیشیزم فتیش پا اینکه انسانها یک رابطه عشق و نفرت یک امبیوالانس دارن نسبت به پای خودشون از طرفی دیدن پا برای خیلی از انسان از نظر جنسی بسیار تحریک کننده است، اروتیکه و از سوی دیگه برای عده دیگه یا پاهای دیگه برای همون آدم بسیار چندش آوره. دلیلی که ارنست بکر ذکر میکنه اینه که ببینید ما دستامون با حیوانات دیگه به شدت فرق داره و تمایز پیدا کرده. ما یک انگشت شستی داریم که میتونه در مقابل بقیه انگشتان قرار بگیره و اصلا نماد بشره. انسان از رسم کردن دست خودش لذت میبره و همونقدر که به فکر خودش میباله به دستان خودش هم میباله اما پاها این شکلی نیستن یه سری انگشتای کوتاه چاق داریم که به قول بکر به طرز ناشیانه همه در جلو ردیف شدن خیلی شبیه پای میمون ها هستش و حتی حیوانات دیگه و کاری ازش نمیاد ما وقتی به این پاها نگاه می کنیم به شدت یاد حیوانات دیگه میفتیم وقتی به حیوانات دیگه فکر می کنیم یاد مرگ میافتیم و اون جاودانگیمون مون دار میشه بنابراین به نظر ارنست بکر یکی از بزرگترین پروژه های جاودانگی انسان کفشه و کفش رو یک معبد میدونه معبد پرستشگاه که این پاها رو باید باهاش پوشوند و مخفی کرد تقریبا مثل مقبره میمونه یعنی همونجور که ما جسد رو دفن میکنیم اونم باز یکی دیگه از پروژه های جاودانگیه پا رو هم در کفش دفن میکنیم به همین خاطر که میگه بعضیا که استراب مرگ بیشتری دارن یا استراب مرگشون معطوف به همین پا هستش اینا خیلی فتیش کفش و کفش های خاص پیدا میکنن برای اینکه کفش تمام اون نقایص پا رو میپوشونه با اون سطح صاف و اون منحنی و اون جلا و برقی که داره اون چرمی که داره اون بندی که داره همه اینا قراره که در حقیقت زلم زینبوی روی مقبره باشه تا اینکه اون پا که نماد حیوانیت انسانه مخفی بشه باز اگه بخواید همین خط فکری رو ادامه بدید اون داستان سیندرلا داستان خیلی جالبیه دیگه چرا انقدر مهمه که اون شاهزاده خانم پاشون قد کوچیک باشه و در اون کفش بره در واقع به طور نمادین اون رو از نظر معنایی بالاتر از انسانهای دیگه قرار میده یا حتی در چین چین باستان و حتی فکر میکنم تا همین دوران معاصرم ادامه داشته که از بچگی پای زنها رو در یک کفشای کوچیک قرار میدن و به قیمت اینکه اون استخونای پا نکروز بشه انگشتان نکروز بشه و قطع بشه سعی میکنن که پا رو کوچیک بکنن حتی به قیمت اینکه اون خانما نتونن راحت را برن درست را برن در تمام عمر اینا رو علیل می‌کردن برای اینکه اون ظرف جاودانگی و اون وسیله فرزندآوری باید خودش چیزی از اون جاودانگی می‌داشته و اون پاها یه جوری انگار خراشی بودن بر صورت احساس از این توضیحات روانکاوانه بسیار جالب و قابل تعمل توی این دوتا کتاب خیلی زیاده اما از خود همین مطلب کتاب من فکر میکنم متوجه شدم که چرا این اندیشه عالمگیر نمیشه با اینکه این کتاب رو اشخاص کتاب خون و عمیق همه میشناسن چرا عمومیت پیدا نمیکنه چرا این کتابها محبوب نمیشن برای اینکه خود این کتاب ها خراشیان بر صورت احساس خودشون پروژه جاودانگی ما رو زیر سوال میبرن وقتی که شما همه رو از دم زیر سوال بردی وقتی فناوری رو یک پروژه جاودانگی تلقی کردی وقتی باورهای مذهبی رو یک پروژه جاودانگی تلقی کردی و جهان شمول بودنشون رو زیر سوال بردی معمولا در هیچ کجای طرفدار خیلی جدی پیدا نمی کنی. کسی نیستش که بتونه زیر علم این کتاب در واقع سینه بزنه حتی وقتی بعدها در کتاب ورم the کور در سال 2015 اومدن و بسیاری از این مشاهدات رو به آزمون گذاشتن باز هم هنوز انسان ناباوریش رو نمیتونه کنار بذاره اما به هر حال یکی از شگفتانگیزترین کتاب هایی که در زمینه مطالعات میان رشته میتونید بخونید مخصوصاً انکار مرگ denial of Death و میتونم بگم بعد از اینکه این کتاب رو خوندید دیگه نمیتونید نشانه های این کتاب رو در فرهنگ در تاریخ در مطالعات قدیم و جدید پیدا نکنید ناخداگاه دیگه این دید رو بخشی از ابزار کارتون قرار میدید معمولاً این کتاب کتابیه که واکنش برانگیزه ادهی در مقابلش چپگیری میکنن ولی فراموش شدنی و قابل کنار گذاشتن نیستش به ویژه در زمان ما کتابی که به نظر من به فهم زایتگاس خیلی کمک میکنه حالا من در زمان دیگه ای به این موضوع بیشتر صحبت میکنم از اینکه شنیدید متشکرم